سلام و درود میگم خدمت همه دوستان عزیز. نانیداس که روزنامه ها به او لقب بیوه سیاه رو دادن، یکی از خطرناکترین زنان جنایتکار آمریکاست. او 4 همسر، 2 فرزند، خواهر و مادر واقعی خود رو به قتل رسوند تا ثابت کنه در بیرحمی بی همتاست. در این برنامه با ما همراه باشید تا پرونده زنی خطرناک و قاتلی ترسناک به نام بیوه سیاه رو با هم مرور کنیم. قبل از هر چیز اگه تازه به کانال ما پیوستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما جان نمونید. نانیداس در 4 نوامبر سال 1905 میلادی با نام خانوادگی نانی هازل و در خانواده‌ای فقیر در ایالت آلاباما آمریکا به دنیا آمد. دوران کودکی او چنان سخت و غمبار بود که تأثیرش را سالها بعد در مدرسه دید، زمانی که نتوانست در درس و مشق موفق شود. او هیچ وقت نتوانست یاد بگیرد تا به خوبی بخواند. بعد از پایان دوره ابتدایی به اجبار پدرش مدرسه را ترک کرد تا کار کند، راهی که هر 3 خواهر و تنها برادرش قبل از او رفته بودند. یکی دیگر از اتفاقات ناگواری که برای همیشه در زندگی این زن تأثیر داشت، ضربه‌ای بود که به سرش خورد. زمانی که حدوداً 7 ساله بود، با قطار راهی جنوب ایالت آلاباما شدند تا با اقوام دیداری داشته باشند، که در اثر توقف ناگهانی قطار سرش به قطع فلزی روبرویش خورد. همین ضربه باعث شد تا سالها سردردی شدید داشته باشد، سردردی که افسردگی را برایش به ارمغان آورد. یکی از سرگرمی‌های دوران کودکی نانیداس خواندن مجله‌های رمانتیک مادرش بود، مجله‌هایی که او را به سرزمین رویاها و آینده‌ای زیبا می‌برد. رویاهایی که با فریادهای خشم‌آلود پدر شکسته می‌شد و دوباره او را به زندگی سیاه و تاریکش برمی‌گرداند. پدری سنگدل و بد اخلاق که به او و خواهر و برادرانش اجازه نمی‌داد تا با دوستانشان به مهمانی بروند یا هیچ کار دیگری انجام دهند. نانیداس برای اینکه از دست پدرش خلاص شود، در سال 1921 میلادی و در سن 16 سالگی تن به ازدواج داد. او با چارلی برگز، کسی که همراهش در کارخانه کار می‌کرد، ازدواج کرد. اما بعد از خلاصی از دست پدر بداخلاقش، در چنگال مادر شوهری هیولا گیر افتاد. زنی بداخلاق که همیشه زندگی آنها را زیر نظر داشت. حاصل این ازدواج 4 دختر بود. کودکانی که پشت سر هم در سالهای 1923 تا 1927 به دنیا آمدند. زندگی با چارلی برگز آنقدر سخت و پر استرس بود که به سیگار روی آورد. در سال 1927 میلادی 2 تن از کودکانش بر اثر مسمومیت غذایی فوت شدند. کودکانی که به نظر می رسید خود این زن کشته است. برای همین همسرش دختر بزرگش را برداشت و فرار کرد. اما 1 سال بعد کودک را به مادرش برگرداند و آنها از هم جدا شدند. در سال 1929 میلادی برای بار دوم با رابرت هریسون ازدواج کرد. اما بعد از چند ماه فهمید همسرش به الکل معتاد است و قبل از ازدواج به کارهای خلاف زیادی دست زده است. ولی با وجود این حقایق آنها 16 سال با هم زندگی کردند. زندگی که در سال 1945 میلادی، زمانی که نانی سم در شیشه های مشروب همسرش ریخت، برای همیشه به پایان رسید. این زن که دنبال زندگی رویایی و رمانتیک گونه دوران کودکی و نوجوانیش بود، به چند ازدواج دیگر هم تن داد. ازدواج های 3، 4 و 5 خیلی کوتاه و در همه آنها سرنوشت به 1 گونه بود. مردان خشک و مستبد زندگیش همه با سم کشته می شدند. در میان این سالها بین مرگ همسر دوم تا همسر پنجمش، او مادر و 2 تن از خواهرانش را نیز کشت و حتی به نوه کوچکش که هنوز 1 سالش هم نشده بود رحم نکرد. بعد از مرگ همسر پنجمش بود که پلیس با کالبد شکافی و پیدا کردن سم توانست ثابت کند که این زن قاتل است و او را در سال 1954 میلادی دستگیر کرد. بعد از دستگیری به قتل 11 نفر، از جمله 4 همسرش، 2 کودک، 2 خواهر، مادرش، 1 نوه و خواهرزادش اعتراف کرد. در بخشی از اعترافاتش به قتل مادر اولین شوهرش نیز پرداخت،
اما در 17 می 1955 میلادی دادگاه ایالتی او را تنها برای 11 قتل به حبس ابد محکوم کرد. نانیداس از آن سال به زندان اوکلاهوما فرستاده شد تا در نهایت سرنوشت این زن سنگدل و نگونبخت در دوم ژوئن سال 1956 در سن 65 سالگی و در حالی که در حال گذراندن حبس ابدش بود در بیمارستان زندان و بر اثر بیماری سرطان خون برای همیشه به پایان رسید. بر اساس مشاهدات و مدارک تعداد قتل‌های نانیداس بیش از 11 قتل بوده. با اینکه بیشتر قاتلان سریالی مرد بودند ولی سنگدلی و بیرحمی فقط مختص مردان نیست و گاهی اوقات چنین زنانی میتونن با کارهاشون نظر مردم رو راجع به خانم‌ها و مهربون بودنشون عوض کنن. شما درباره این پرونده چه نظری دارید؟ در کامنت‌ها نظراتتون رو بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. فراموش نکنید برای حمایت از ما فقط کافی مطلب رو لایک کنید و عضو کانال ما بشید تا از برنامه‌های جدید ما جا نمونید.